صدف، صدف بودو، چی شده؟ بیا بیا اینجا رو نگاه، نگاه کن، خونه رو گذاشتم برای فروش، آخر سر کم آوردن، حیف. کی زدن؟ اصلا ندیدیم. میدیدی چی کار میکردی؟ دیگه صبرشون سر اومده، خونه با اون خوشگلی از دست میره، دارن میرن. ای به خدا بدنم لرزید. خدا میدونه چقدر برای علی رضا خان سخته، معلومه دیگه بریده. آی خدا، اوف. کارا رو تموم کنیم بریم یه سر بزنیم، الان حتما ناراحتن. بفرما بابا جون. ممنون دخترم. ممنون عزیزم. ممنون عزیزم. نوشه جون. پیراشکیان نسوزه دخترم. پخته بود، خاموشش کردم. خوب کردی. خونه زنگ زدیم ببینین بچه ها چطورن؟ حرف زدم، خوبه. خوبه. چی شد پسرم؟ هیچی. کارمون خیلی زیاده، چجوری میخواییم این خونه رو خالی کنیم؟ وقتش شد یه کاری میکنیم. آخه چرا پسند نکردی؟ خیریه، خونه خوبیه. این خونه خیلی کار داره علی رضا خان. تو یه جوری تعریف کردی که من فکر کردم داریم میریم توی قصر زندگی کنیم. این خونه اینجوری نبود. مستاجراش بی سلیقه بودن. ای بابا، خواهش میکنم گریه نکن. میبریم یه چرخی بزنیم. لازم نیست اینقدر سخت بگیری، درستش میکنیم دیگه، مگه نه؟ اشکالی نداره، چیزی نیست. مگه اینجا خونه خودمون نیست؟ آره بابا جون درست میشه، ولی به نظرم هزینه‌اش یکم زیاد میشه. عیبی نداره، خونه خودمونه دیگه، هر کاری خواستیم باهاش میکنیم. من میرم یه نفر رو میارم که اوستا باشه، کار رو زود شروع کنیم خوبه. چراغا روشن نمیشه بابا. حتما قبضشو ندادن. بابا شیرام آب نداره. حالا میرم فلک شیرو باز میکنم. ای بابا گریه نکن دیگه، به خدا جوش میارم. شاکتم که نیز کمکمون کنه، دستنها چی کار کنیم؟ این خونه یه هفته ای که درست نمیشه. درست میشه عزیزم، عوضش پسرمون میاد توی خونه تر و تمیز، مگه نه؟ ها؟ پس تا قبل از اینکه خونه تمیز نشده وسایلمونو باز نکنیم. خب باشه، اما من سفره شاممو کامل میخوام. نگران نباش بابا جون. باید بریم خرید کنیم. من با عایشه میرم یکم خرید میکنم، هرچی لازم باشه میگیریم. یاد اون روزی افتادم که از این در اومدیم تو، اگه بدونی تو چه وضعیتی بود، مثل خرابه بود. تو همون وضعیت رو ندیدی نه؟ آستینا رو زدیم بالا، تمیز کردیم، مرتب کردیم، شبیه خونش کردیم. چی شد آیشه؟ حوصله‌ام سر رفت، میرم بالا با عریسکان بازی کنم.
خونه رو به هم نریزی. یهو دیدی یکی برای دیدن خونه اومد، تمیز و مرتب ببینن خوبه. مال منی. الو عزیزم، چه خبر؟ کجا موندی؟ نگران شدی؟ یه سر اومدیم خونه پیش مامانم ایناییم. خونه سوزان خانم اینان. خوب این راه چطور بود؟ راحت بود، همون جور که دستور داده بودین آروم آروم اومدیم. اونجا خیلی میمونین؟ نه، فقط اومدیم یه سر بزنیم، یه خورده دیگه میاییم. باشه، میبینمت. سلامت باشن، بروی چشم. همه سلام رسوندن، میگن چشمتون روشن. سلامت باشن. انشالله خودشونم تماس میگیرن دیگه، نه؟ صبر کن عزیزم، عجله ای نیست، تازه رسیدن. ببینم حالا برای چی به این زودی میرین؟ تا غذا نخوردین نمیذارم جایی برید. مامان جان، نجلا منتظره. تو منتظر بمونه. ای بابا، پسرم از سربازی برگشته، اجازه بده حداقل یه دل سیر ببینمش. سوزان جان، نظمی هم بی صبرانه منتظره. الان بچه ها رو ول کن، هر جوری باشه عصری با نجلا بر میگردن. از این به بعد همیشه اینجا. چیزه بابا، تا وقتی خونه بگیریم خونه ی علیرضا خان اینا میمونیم. بس دیگه، شما خیلی روتون زیاد شده. مامان ببخشید جم، دیگه نمیتونم اجازه این یه کار رو بدم. سوزان جان آروم باش، هر چیزی رو قبول کردیم دیگه، اینو نخواین ازمون. خونه ای تو اینجاست جم. خب چیه مگه؟ بعضی وقتا میان اینجا میمونن. حتما باید مادر شوهر بازیشو در بیاره دیگه. تعدادشون زیاده، گفتم شاید اونجا راحت نباشن، همین. باشه، ولی مدل گفتنت بده. الان پسر خیال میکنه خانواده ها نمیتونن با هم بسازن. ببخشید نظمی جان، بی خودی ناراحت شدم. خواهش میکنم. چی کار کنم دیگه، دلم برای پسرم تنگ میشه، اونم که اینجوری زود میاد و میخواد ازم فرار کنه، ناراحت شدم. گفتم که مادر شوهر دیگه. نخند، مامانه تارم میبینی. قرار بود به مریضت زنگ بزنی. آره راست میگی، یادم رفت، زودتر زنگ میزنم میام. کجا میری؟ همینجا حرف بزن. نه، اون ور حرف میزنم. من دکتر نظمیم، لطفا به پرستار ابرو وصل کنید. از قصد این کار رو میکنی مامان؟ ای بابا چه ربطی داره؟ از اینکه دارن اینجوری تو رو مسخره میکنن ناراحت شدم، از دهنم پرید. لطفا پیش نظمی مواظب حرف زدنت باش. حق با جمه، گوش پسره رو پر نکن. الو ابرو، حالا اون شماره رو بده. آره بگو. خب من لباسمو عوض کنم و بریم. باشه، بریم ببینیم. باشه، الان زنگ میزنم. مرسی ابرو، خسته نباشی. من لباسمو عوض کنم بیام. باشه. الو. روز خوش، من دکتر نظمی دروم هستم. بالاخره تماس گرفتین، چند روزه دارم به بیمارستان زنگ میزنم. شما کی هستین؟ لیلا پیش شماست؟ کی؟ لیلا، نامزدتون پیش شماست؟ نه، ببخشید شما کی هستین؟ من فرخنده تکینم، زن داداش لیلا. که اینطور، بفرمایید. من یه چیزی میخواستم ازتون بپرسم. بفرمایید، گوش میدم. در مورد لیلا چیزی میدونی؟ بله. منظورم اینه که چقدر اونو میشناسین. شما منظورتون چیه؟ همین که تصمیم گرفتین با اون ازدواج کنی، فکر میکنم شما در مورد اون و خانواده‌اش هیچی نمیدونین. من نمیخوام این حرفا رو بشنوم، حت میکنم. یه لحظه، شما دوست جمین، اونم بهتون چیزی نگفته؟ مگه چی باید میگفت؟
مشخصه. همه در این مورد بهتون دروغ گفتن، واقعیتو پنهان کردن. اصلا جور دیگه ای هم امکان نداشت. خب شما بگین تا من بدونم. پشت تلفن نمیشه. همدیگه رو ببینیم تا همه چیزو براتون بگم. من وقت دارم، همین الان میتونیم همدیگه رو ببینیم. نمیشه. یعنی که من وقت ندارم. باشه، هر زمان که وقت داشتین تماس بگیرین، همدیگه رو ببینیم. منتظر تماستون میمونم. الان چی کار میکنن؟ هیچی، آگهی فروش رو تو اینترنت میزنن. آی خیلی ناراحت شدم، اما چه میشه کرد؟ ایشالله که خیره. مامان خواهش میکنم، پیش بابام هم اینطوری میکنی بیشتر ناراحت میشه. باشه. علیرضا خان همچین تصمیمی رو به راحتی نمیگیره. خدا میدونه چقدر بهش فشار اومده. ایشالله که یه مشتری خوب پیدا میشه، شما هم یه نفس راحت میکشین. ببینم چی میشه، همه فشارا رو دوش اونه. چی میشه دیگه، خیلی دور نرین، بازم همین دورو بر یه جایی بگیرین. قسمت. قهوتون سرد شد. آی ببخشین، نمیتونم بخورم، از گلوم پایین نمیره. پس بدین به من. بذار من میرم آبجی فکرت. الان شد؟ آره تمومه. راستش بهتر بود اطلاعی عکس دار میدادیم. فعلا همینو بزنیم، اگه خواستیم عکس هم اضافه میکنیم. اوه این صفحه بازدید کننده زیاد داره. آره خب، آب کی میخوا؟ نه متشکرم. تحسین؟ ممنون نمیخوام. بیا تحسین. شوکت، چی شد پسرم؟ تموم شد ماما. تا ببینیم. عصبی میشم، انگار ساعتم وایستاده. پسر اومد براش قیافه نگیری یا؟ نه بابا، کار جمه دیگه. آخه جم برای چی اونم برده؟ چی شد داداش؟ آب میخوام. بذار بهت بدم. بفرم. ممنون. تو رو میبینی خجالت میکشه. چرا؟ مگه چی شده؟ آخه خواسته بود برای فرخنده کلاس بذاره، گفته با تو نامزد کرده. الانم ازت خجالت میکشه. خب مگه چی میشه؟ تو هم گفته بودی نامزد کردن. معذرت میخوام، اما دیدی که داره چی میشه. حالا من یه چیزی گفتم، داداشم برای چی اینو گفته نمیدونم. شاید به این قضیه فکر کرده باشه. ببین ساعت چند شد. این نظمی اصلا دلش برای من تنگ نشده. روژم رفته؟ نه خوبه. آره چند لحظه پیش اومدم. خب دیگه از این به بعد سعی میکنم به زندگی راحت عادت کنم. طولش نده، تو هم بیا. باشه، منم دلم برای تنگ شده. پسرم زودتر قطع کن، نظمی اینجا منتظرته. تو چطوری؟ درسا چطورن؟ باز سلین داره پرچونگی میکنه. اونم دلش برای برادرش تنگ شده. چی؟ نه بابا. چیه خب؟ مگه نظمی غریب است؟ جیم تو قضیه ازدواجش ما رو خیلی اذیت کرد، خیلی. کاری که اصلا صلاحش نبود و انجام داد. با تمام مخالفتهای ما کار خودش رو کرد، با ما لج کرد و رفت ازدواج کرد. چرا مخالفت کردین؟
از عروس خوشتون نمیاد؟ راستش اصلا با هم همتراز نبودیم، اصلا تو سطح ما نبودن. خیلی اتفاقای پیچیده ای افتاد، اتفاقات ناخوشایند. سوزان خواهش میکنم، بعد این دیگه نباید راجع به اینا حرف بزنیم. اصلا چیزایی هم نیست که بشه در موردشون حرف زد، اما باش. منم میبوسمت عزیزم، خدافظ. سلام رسوند. آخ عزیزم، دلم برای اونم خیلی تنگ شده. میگم یه سر بریم پیشش، چند وقتی هم اونجا میمونیم؟ حالا صبر کن، نامزدی نظمی در پیشه. تاریخش مشخص شد؟ نه، تاریخش هنوز مشخص نشده، ولی میخوایم سری جشن بگیریم. خیلی خوب میشه، مبارک باشه، به پای هم پیرشین عزیزم. متشکرم. بریم دیگه، پاشو نظمی، پاشو. بابا جان خدافظ. روز خوش امو کمال. به سلامت، بازم بیا اینجا. اون دیگه همیشه یه پاش استانبوله، خیالت راحت. میبینم اینتون. به سلامت عزیزم. عزیزم به سلامت پسرم. نجلا رو عوض من ببوس. به علی رضا خانم و خیریه خانم و لیلا و بقیه خیلی سلام برسون. چشمت من. شما نیاین، ما میریم. برین به سلامت، فاصله ننداز، بازم بیا، دلمون تنگ میشه. باشه. میبینی پسرمون چجوری اون طرفی کشیده میشه؟ نمایش قدرت شروع شد. بابا دارم به گلا میرسم. منم رفته بودم با دوستان بازی کنم، ولی هیچکی نبود. بابا داشتم میومدم یه نفر خونه رو پرسید. خب گفت با کی باید حرف بزنم، قیمتش چنده. گفت من میدونم یا نه. منم گفتم با بابام حرف بزنی. درست جواب دادی. گفتم بابام خونه از هم آقاه رفت، معلوم خریدار نبودا، فقط خواست کنجکاوی کنه. اگه از اینجا بریم بیشتر از همه دلت برای این باغچه تنگ میشه، مگه نه بابا؟ آره. نه راست بوده. سردت میشه دخترم، برو تو دیگه. سردم نیست. های بخشدار، اون آگهی دمه در چیه؟ میفروشیم دیگه. این آقا رشیده که میشناسی؟ اون موقع که رد شده و دیده اومد به هم گفت، یعنی تا وقتی با چشم خودم ندیدم نتونستم باور کنم. ای خدا خیلی ناراحت شدم. شما خودتون در جریان هستین، میدونین دیگه، بریدیم. چه کار کنم؟ چاره ای نداشتم. ببینین تو رو خدا قصه چیزای کوچیکو نخورین. یعنی اگه از دستم کاری برمیاد. کار از کار گذشته احمد آقا. تا خونه رو نفروشیم نمیتونیم قرضو بدیم. پس منم به دوست و آشنا خبر بدم، حداقل تو فروشش کمک کنم. آره این خوبه. اجازه میدی تو قهوه خونم یه اطلاعیه بزنی؟ هر کی خواست بیاد رو در رو حرف بزنی. ناراحت نشو، همه چی حل میشه. نایر خانم اینام اینجا بودن؟ سلام علیکم. سلام. خیری خانم، خیلی ناراحت شدم، اما چه میشه کرد، انشالله که خیره. سلامت باشین.
برو عزیزم، خداحافظ. ما بازم سر میزنیم. به سلامت خواهر. خداحافظ. به سلامت. روز خوش. روز خوش. خدا نگهدار. خداحافظ. به سلامت دخترم. بفرمون یه قهوه میل کنین. نه، من زودتر برم تو قهوه خونه آگهی رو بزنم. حالا که تحت فشارین باید دست به جنبونیم، مگه نه؟ خدا نگهدار. روز خوش. خداحافظ شما. روز خوش. آشه بیا تو دیگه دخترم، بیا. بیچاره علیرضا خان خیلی حالش گرفته است. خب آسون نیست، خونه یادگاری پدرشه. مامان کلیدا رو میدی؟ من زودتر برم. صبر کن میام عزیزم. ای 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 کله پوک. چی شد؟ گفتم تو قهوه خونم یه آگهی میزنم، اما نپرسیدم چقدر میخواد بفروشه. برم زودی بپرسم، یه وقت دیدی شد دیگه. آره. فعلا میبینم اتون. فعلا. نجلا حسابی نگران شده، فکر میکنه هنوز با مامانم هم نمیخواد فشار بیاره، زنگ نمیزنه. آبجی فکرت اینا هم از آداپازار اومدن، همشون منتظر ما. دیگه خدا میدونه چجوری از همون استقبال میکنن. داداشش هم خونه است؟ اونجوری که گفت هممون حتما خونه است دیگه. برای چی پرسیدی؟ همجوری درست حسابی نتونستیم با اون آشنا بشیم، با هم خیلی کم حرف زدیم. اسم زنش چی بود؟ لیلا به هم گفته بود، یادم رفت. فرخنده. به همین زودی میشه زن سابقش، منتظر روز دادگاهن. معلومه تجربه بدی بوده. نمیدونم چرا لیلا اصلا از زندگی اونو به من چیزی نمیگه. فرخنده خانم نقطه حساس تمام اعضای خانواده است. همه رو خیلی ناراحت کرد. اصلا خوب جدا نشدن. حالا اون کارهایی که وقتی شوکت نبود کرده نتونستن دیگه، تموم شد رفت. شوکت اینجا نبود؟ وقتایی که سر کار بود جانم. نه اینکه با هم زندگی میکردن، وقتی که شوکت خونه نبوده چند بار دعوا شده. یه زن ناسازگار بود، ولش کن، خوب شد که نشناختیش. بازم همون اتفاق میفته. دفعه اولم که خواستیم خونه رو بفروشیم، بابام همینطوری با خونه خدافظی کرده بود. از اون زمان خیلی گذشته، ولی حتی جای قبلیمون هم دیگه نیستیم. خیلی عقبتریم، خیلی عقبتر. بابام بازم داره با خونش خدافظی میکنه، با بچگیش، با خاطرات مامان باباش خدافظی میکنه، با گلاش، با قنچه های گلاش. فکرت. بابام همیشه میگفت با سکوتش حرف میزنه، بازم اینجا ساکت نشسته. تحسین، من دارم صدای گریه هاشو میشنوم، صدای فریادشو میشنوم. عزیزم، من عزیزم. فکرت. ببخشین. بیا بیا. من دارم میرم سر کار، خواستم خداحافظی کنم.
به سلامت. موفق باشی شوکر. یه وقتی دیدی ما رفتیم، بهتر الان خدافظی. چرا شب نمیمونی؟ میمونی؟ نه، بچه ها منتظرم، گفتیم برگردیم. خیلی خوب، پس سفرتون بی خطر. ممنون. به سلامت عزیزم. شوکت، حواست به بابا باشه. نگران نباش. مامان جان من میرم. باشه، برو به سلامت پسرم. مواظب خودت باش عزیزم. نگران نباش مامان. باشه پسرم. از دامادم عذرخواهی کنین، بگین که رفت سر کار. تو راه داداش، یه ذره منتظر میموندی. فردا میبینمشون دیگه. ناراحت نشو داداش، تو برو سر کارت. میخواستم سر وقت بیان، نه؟ سلام برسونی. سلامت باشی. خیلی خوب دیگه پسرم، موفق باشی. میری سر کار؟ بله بابا جان. به سلامت پسرم، خدا پشت و پناهت باشه. ممنونم. اه وای جم، خوش اومدی. سلام. مرسی، بالاخره تموم کردی اومدی. مبارک باشه. ممنون. تو هم خوش اومدی. متشکرم. اومدن لیلا، نجلا. با افتخار تموم کردی اومدی، مبارک باشه. ممنونم. لیلا، ای دخترم آروم تر، زشته به خدا. ای بابا، خوش اومدی. مرسی، مرسی. خوش اومدی. متشکرم. پسرم خوش اومدی، ماشاءالله. کوپای خدمتت. دستتونو بگیر. خوش اومدی. بفرمایید تو. خوش اومدی. خوش اومدی نازنین. مرسی. خیلی خوب دیگه. برین تو دیگه بچه‌ها. بفرمایید، بفرمایید. خوش اومدی. ممنونم. مبارک باشه. خوش اومدی. ممنون. متشکرم. سلام. سلام قربان. داداشم نتونست منتظر بمونه. خیلی سلام رسید. نمی در دیدم نشون. چه خوب. نجلا، دخترم چشمت روشن. مرسی بابایی. خیلی خب دیگه بریم بشینیم. بیا. بفرمید. بفرمایید، بفرمایید. ای عزیزم. آگهی زدین. میخواین خونه رو بفروشین؟ آره، یعنی اینجوری تصمیم گرفتیم. به شادی خوشی. دیدیم دیگه برام بزرگه. رسیدگیش هم سخته. نمیتونیم بهش برسیم. گفتیم تا رو سرمون خراب نشده بفروشیمش. به شادی خوشی. خب بگو جم، خدمت تو انجام دادی و برگشتی، چه حسی داری؟ داداش جم. عزیزم، عزیزم. خوش اومدی. مرسی جونم. لیلا شروع کرده دنبال خونه گشتن. تا اونجا که فهمیدم برای عروسی تا جوان منتظر نمیمونین. اگه شما صلاح بدونین ما همینو میخواییم. بابا جون، میگم حالا که همگی با همین تاریخ نامزدی را مشخص کنیم. برای کی میخواییم؟
هر چه زودتر بهتر. دخترم تو صبر کن. الو. سلام زینب خانم. مامانتی. متشکرم. شما چطورین؟ بله بله رسیدن. خیلی ممنونم. بله یه لحظه گوشی. برای شما هم همینطور. در ضمن به آقا فکورم سلام برسونین. خیریه؟ میگن چشمتون روشن. سلامت باشن. بیا خانم جونم. الو سلام زینب خانم جون. سلام خیریه خانم. چطوری؟ خیلی خوبیم. همه بچه ها پیشمونن. دخترامون، دامادامون. جمم اومد. خونه هوای عید گرفته به خدا. منم زنگ زدم بگم چشمتون روشن. سلامت باشین. همین الان با سوزان خانم حرف زدم. اونم خیلی خوشحاله. مام همینطور. چشم نجلا خانمم روشن. خیلی لطف کردین به خدا. در ضمن گفتم زنگ بزنم نامزدی را بپرسم. چی کار کردین؟ تاریخ مشخص کردین؟ مام همین الان داشتیم حرف اونو میزدیم. نظمی میگه هر چی زودتر باشه بهتر میشه. بله بله. شما چی در نظر دارین؟ والا برای نامزدی شما هر چی بگین ما قبول داریم، اما میدونین جا پیدا کردن تو سالن سخته. باید خیلی زودتر رزرو بشن. بله بله. ما فامیل زیاد نداریم، اما ارتباطاتمون زیاده. برای همین مهمونامون زیاد میشن. این چه حرفیه؟ قدمشون رو چشم. من برای خرید نامزدی میام استانبول. جزئیاتشو حالا بعدن صحبت میکنیم. بفرمایین منتظریم. اگه تصمیمی گرفتیم با ما هم تماس بگیریم. حتما حتما تماس میگیریم. فعلا خداحافظ. بازم حرف میزنی. عوض من دخترم لیلارم. ببوسیم. به همه هم سلام برسونیم. چشم. شما هم به آقا فکور سلام برسونین. همچنین همچنین. خدا نگهدار. وای چقدر لطف دارن. هنوز تصمیم نگرفتن. اینا میخوان نامزدی رو بپیچونن، از من گفتن. عزیزم به آسونی نیست که این کارا، یکم زمان میبره. تا من گفتم سالون لحن صداش عوض شد، حس کردم، از صداش فهمیدم. اگه نامزدی نگیرن چی؟ نگرفتنم که نگرفتن، مگه چی میشه؟ یعنی انقدر مهمه؟ معلومه که مهمه. من به دوست آشنا چی بگم؟ خوشبختی یه دونه پسرمونو میخواییم ببینیم فکور. همه چی باید به جا باشه. ما چجوری میخواییم عروسی بگیریم؟ اونا هم همونجوری نامزدی بگیرن، وظیفه شونه. پس از حالا بگیم برای دو هفته دیگه کسی برنامه نریزه، نامزدی داریم. باشه جیم؟ باشه. داداش تحسین؟ چی میگی؟ هله؟ باید به برنامه یه جلسه هم یه نگاهی بندازم. از ما که نه، از خانواده نظمی باید بپرسی دخترم، ببینیم اونا چی میگن. علی رضا جان اونا گذاشتن به عهده ما؟ اما دخترم میدونی که ما یه خورده کار داریم، اول باید اونا رو انجام بدیم، بعدم یه سالن شیک و خوشگل بگیریم. باشه عزیزم. خیلی شلوغش نکن. مگه میشه؟ زینب خانم گفت دوست آشنامون زیادن، برای همین بعد یه جای بزرگ بگیریم. تو خونه بگیریم، خیلی صمیمیترم هست. فقط دوستای نزدیکمونو دعوت کنیم، خیلی خوبه. مگه نه نظمی؟ هر جور تو دوست داری. این خونه جشنای زیادی دیده. قبل از اینکه بیفته دسته یکی دیگه، آخرین نامزدی مال من باشه. این دفعه به آبجی فرخنده دروغ نگین. ساکت. نپر تو حرف بزرگتر. مگه چی گفتم؟ گفتم عصبانیش نکنین. ببین آیشه، تو میخواستی با کامپیوتر بازی کنی؟ مرسی. برو دخترم. آه.
بچست دیگه. تو نامزدی ما یه سوء تفاهم شده بود، آبجو فرخونده هم دعوا رو انداخته بود، اون مونده تو ذهنش. خواهش میکنم اسم اونو نیارین دیگه. من برم چای بیارم. برای من نریز، من دارم میرم. چرا؟ یه کاری دارم اون انجام میدم برمیگردم. یکی از دوستام تو افیون برای خانوادش بسته فرستاده، اونو میدم و برمیگردم. باشه برو. برای شام میای دیگه ها؟ حتما، مطمئن باشین تا یکی دو ساعت دیگه برمیگردم. لطفا کسی بلند نشه فعلا. به سلامت، خداحافظ. خداحافظ، کارتو زود تمام کن. باشه. خب فردا میبردی، برای چی الان میری؟ برم بهشون بدم و بیام راحت شم. تو یه چیزیت هست؟ نه، یعنی من اینجوری فکر میکنم. چیزی نیست، جدی میگم. باشه، دیر نکنی. باشه. اومدم اومدم. بله؟ منم، واکن. سلام، این چه وضعیه؟ خوش اومدی. برای چی حاضر شدی؟ نکنه میخوای جایی بری؟ صبح پشت تلفن گفتی تمام روز خونه ای، برای همین اومدم. 5 دقیقه بشینم میرم. بیا عزیزم، حالا خیلی مونده تا برم. حالا خانم خانما کجا میرن؟ قراره یکی از دوستامو ببینم. اینجوری که به خودت رسیدی حتما از اون دوستای خاصه. گلشن؟ تقریبا. با کسی آشنا شدی؟ آره. باورم نمیشه گلشن، با یکی آشنا شدی و به من نمیگی؟ آره؟ از من، از نزدیکترین دوستت پنهان میکنی؟ تازه آشنا شدیم، داریم سعی میکنیم همدیگر رو بشناسیم. تازه معلومم نیست ادامه بدیم یا نه. دستت درد نکنه، خیلی دلخور شدم. فرخونده واسه چی دلخور بشی؟ نخواستم تا چیزی قطعی نشده کسی بدونه. خوبه، باشه، به کارت برس. لاک میزدم. بزن بزن. منم برات از نقشه های جدیدم میگم. با یمان حرف زدم، کار دفتر حل شد، شرکتو میزنم. مبارک باشه. تو هم درخواست استعفاتو حاضر کن. وقتی من گفتم تمومه، میکوبیش تو صورت آسلا و لوانت. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه نمیخوای با من کار کنی؟ نمیخوام. برای چی؟ برات بهتر میشه دیگه، آقا بالا سرم نداری، فقط با من طرفی. ما هم دوستیم، با بگو و بخند کارمونو انجام میدیم. ببخشیدا، اما دوستی جدا کار جدا. دارم یه فرصت جلو پات میذارم که از دست شرکت لوانتون جای خلاصی، اون وقت تو پس میزنی. آره؟
یعنی با تمام بلاهایی که سر من آوردن هنوز میخوای با اونا کار کنی؟ اونا مسائل شخصی تو و لوانت بود، چه ربطی به کار من داره؟ من کارمو دوست دارم، از شرکتم راضی هستم. سنی ازم گذشته فرخنده، نباید زندگیمو به خطر بندازم. نمیتونم دیگه ریسک کنم فرخنده. باشه فهمیدم. برای خودت قهوه درست کن. نمیخورم. تو یخچال شیرینی هست، بردار. نمیخوام. الو فرخنده خانم، کجا هم دیگر رو ببینیم؟ شما بگین. بله بله میشناسم. باشه متوجه شدم، الان میتونم بیام. باشه منم الان میام میبینمتون.